سرزمین بدون زن، سرزمینی که در آن حقوق زنان در چهار دیواری خانه محدود شده، سرزمینی که در آن دختران مانند مسکای 14 ساله به زودی در بدل مال و چند تا پنل خورشیدی ازدواج خواهند کرد. ده ها تصویر از زنان و دختران افغان در نمایشگاه پاریس به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه نگاه اجمالی به زندگی خصوصی، ناامیدی ها و لحظات نادر از شادی های دختران و زنان افغان را به تصویر کشیده است. این نمایشگاه ناامیدی و تنهایی زن افغان را به جهان نشان می دهد. به جهانی که طالبان و استبداد حاکم در افغانستان را نسبت به آزادی و حقوق زنان ترجیح داده است. ما از صد زن و دختری که با آنها دیدیم فقط یک سوال را پرسیدیم. آیا امید دارید که وضعیت شما تحت این شرایط بهبود یابد؟ همیشه جواب نبود. در سال اول یا دوم حکومت طالبان هنوز امیدواری هایی وجود داشت که بتوانیم با طالبان صحبت کنیم و آنها هم قول می دادن. اما حالا آینده ای که این زنان و دختران افغان برای خود می بینند در خارج از کشور است. بنابراین همه آنها ناامیدانه در تلاش برای ترک افغانستان هستند. بیش از 3 سال از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد. اما طالبان با اعمال دستورات ملا هیبت الله برای زنان تنها قید و بند وضع کردند. تمام صحنه‌نگاری نمایشگاه واقعا بر محور ایده درون و بیرون ایجاد شده است و دلیل اصلی آن این است که ما با زنان زیاد مصاحبه و گفتگو کردیم. تمام عکس‌ها و پورتری‌های 100 زن و دختر افغان همه با هزاران مشکلات گرفته شده است. بنابراین زنانی که آنجا هستند دیگر نمی‌توانند به کافه‌ها، رستوران‌ها، پارک‌ها و سالن‌های زیبایی بروند. به همین دلیل چیدمان این نمایشگاه را با رنگ آبی آراسته کردیم که نمایانگر فضای داخلی است، جایی که زنان و دختران امروزی در آن محصورند. از این نمایشگاه بیشتر جوانان بازدید می کنند. جوانانی که شاید قصه های زنان و دختران افغان برای آنها غیر قابل تصور و تکان دهنده باشد. اسما سرگند، لندن.